خب گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این روزنامه خواستار کنارگیری ابراهیم رئیسی به دلیل عدم کفایت شده. در روزهای اخیر هم با توجه به گرانی و کمیاب شدن برخی کالاهای اساسی، برخی که به نظر می رسید از حامیان دولت ابراهیم رئیسی هستند، هم به رئیس جمهوری تاختند. آیا انتظارش می رفت دولتی که عمرش هنوز به یک سال هم نرسیده به چنین وضعی دچار بشه؟ از قبل قابل پیش بینی بود به نظر من که این دولت موفقیتی در این زمینه نخواهد داشت و اوضاع کشور بدتر خواهد شد. اما این قابل انتظار نبود که آن چیزی که حاکمیت یک پارچه اصولگرایان توصیف می شد به این زودی وارد فروپاشی بشه و این حجم از انتقادات از درون حلقه های داخلی قدرت و نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای بیرون بیاد. البته مسیح مهاجری درست از چهره‌های تندرو اول انقلاب بود، هنوزم در کوهبان کلاسیک جمهوری اسلامی است، ولی چون از حامیان رفسنجانی و حسن روحانی بوده، به هر حال نوع موضع‌گیری‌های اون رو جریان مقابل به حساب بهانه‌گیری رقیب می‌گذاره. مثلا روزنامه کیهان تیتر اولش در روز شنبه این هستش که مشکلات در آرد و روغن، اینها به خاطر تصمیمات دولت قبلی هست. یا روزنامه فرشتگان میگه احتکار تدبیر. اونها به هر حال سعی میکنه فضای دو قطبی رو ایجاد بکنن و این به هر حال ادعا رو طرح بکنن که هدف اصلی امثال مسیح مهاجری زدن دولت انقلابی هست و رهیب‌سوزی است، نه در بقیه مردمی. اما به نظر من شاید مهمترین صحبتی که غیر مستقیم عنوان شده حرف آیت الله جوادی آملی هست که در یک سخنرانی علنی گفته که مملکت رو به دست، ثروت کشور رو به دست سفیهان ندید، چون هم ستون فقرات کشور شکسته میشه و ملت ضربه میخورن. خب این حرف خیلی حرف تنگینی هست که زده شده و گفته مردم در این شرایط توان قیام ندارن چه برسه به تحمل اقتصاد مقاومت. یا صحبت‌های در نمایندگان مجلس بوده که به دولت رئیسی هشدار دادن که مواظب نئولیبرال های ریشدار باش. یا حتی مجلسی که نمایندگان دانشجوی اصولگرا و آقای خامنه‌ای داشتن، بخشی از اونها خیلی صریح نه دولت رئیسی قطع امید کردن. آقای افشاری، چه راهی پیش روی این دولت قرار داره که هم در داخل مشکلات فراوانی داره و با اونها دست و پنجه نرم میکنه و همین که در سیاست خارجی نتونسته که مذاکرات رو حداقل به جایی برسونه؟ به نظر من این دولت راهی رو نداره. حال این دولت البته در سیاست خارجی و با توجه به این شدت مشکلات داخلی در نهایت به احتمال زیاد ناگزیر از توافق هستش. اما حتی اگر اون هم رخ بده، به دلیل این حجم زیاد ناکارآمدی که این دولت داره، مدیران ناتوانی که داره، باعث میشه که نتونه یک کار مثبتی رو انجام بده و وضعیت منفی کشور، این فلاکت اقتصادی پشتتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. منتها مشکل این هستش که گوش شنوایی وجود نداره در داخل نظام، در بخش اصلی قدرت. آقای خامنه‌ای در فضای دیگری سیر میکنه، انگار از کره دیگری اومده، به گونه دیگری میبینه و حمایت صریحی داره از دولت رئیسی. بنابراین این دولت به کار خودش ادامه خواهد داد. ممکن است بخشی از وزرای اون به هر حال تغییر پیدا بکنن، استیضاح بشن، که اونم فعلا احتمال کم هستش. ظاهرا این دولت بهش این مجوز داده شده که یک جراحی های اقتصادی رو انجام بده و به هر حال کماکان هم بگه مشکلات برای دولت روحانی هست و اونها رو به عنوان مدافعان وضع موجود مورد حمله قرار بده و این گونه کار خودش رو توجیه بکنه، که البته روحانی هم همین کار رو با دولت احمدی داره. بنابراین این دولت موفقیتی نخواهد داشت، ولی بعیدم هست این دولت تغییر پیدا بکنه یا از اون سلب قدرت. بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، از اینکه با ما همراه بودید.